از یک ارتفاع بسیار بالا، از جایی که همه جا بسیار زیبا و زیر دست و تحت کنترل دیده میشه، از جای زیبا جالب و دیدنی، از دامنه کوه تخت سلیمان در خدمت شما دوستان بیننده هستیم. اینجا دامنه های غربی کوه تخت سلیمان است. کوه تخت سلیمان یا کوه کرد یکی از کوه های بسیار بلند و دارای ارتفاع زیاد در ولسوالی کیتی ولایت دایکندی است. کوه تخت سلیمان دارای ارتفاع زیاد بوده و قسمت بالایی آن پوشیده از برف می باشد. در غرب این کوه مناطق مختلف ولسوالی کیتی موقعیت دارد. در شمال کوه تخت سلیمان مناطق مختلف تیمران گلستان موقعیت دارد. در غرب کوه تخت سلیمان که به او طرف می شود و جنوبش مناطق کیسو موقعیت دارد. تخت سلیمان یا کوه کرد دو نام زیبایی است که برای این کوه بلند و با ارتفاع داده شده است. تخت سلیمان به این خاطر میگه که یک زیارت در بلندترین نقطه این کوه موقعیت دارد. کوه کرد به این خاطر میگه که کوههایی که خرد و کلان وجود داره به شکل تپه تپه و به شکل کردی زراعتی میباشه. این کوه که پوشیده از برف است منبع خوب آب برای باشندگان نواحی اطرافش میباشد. به گفته باشنده های محل، در این کوه حیوانات وحشی مختلفی زندگی میکنند. در سابقه آهو زیاد بوده، پلنگ وجود داشته، شغال، گرگ و انواع و اقسام پرندگان مختلف وجود داشته. اما در حال حاضر به گفته باشنده های محل، در این کوه پلنگ وجود دارد و آهو هم دیده شده است. این کوه دارای آب هوای کاملا معتدل و دلانگیز در بهار و تابستان سال بوده و در طرف زمستان پوشیده از برف می باشد. تعداد زیادی از باشندگان مناطق مختلف در فصل بهار و تابستان برای تفریح و ساعت تیری به این محل می آین. هم از آب و هوای اینجا لذت می برن، هم جاهای ندیده را می بینن و هم لحظات خوب و خوش را سپری می کنن. کوه تخت سلیمان زیباست برای گردشگری، برای سیاحت و کسایی که می خواهند به دایکندی بیاید حتما به کوه تخت سلیمان یا همی کوه کرد حتما تشریف بیاره. بر علاوه از اینکه او کوهنوردا میتونه و سیاها میتونه جاهای دیدنی این کوه را تماشا کنه و به ارتفاعات بلند این کوه گام بگذاره، میتونه جاهای زیبا و دیدنی مناطق مختلف ولسوالی کیتی را هم تماشا کنن. ولسوالی کیتی یک از ولسوالی های پربار و پرثمری است که انواع و اقسام مختلف میوه‌جات در این ولسوالی و در قریه‌جات مختلفش به صورت فراوان پیدا می شود. جایی که شما فعلا می بینید بازار ولسوالی کیتی است. اینجا شینیه هست. اینجا منطقه زنگی هست. با اون دورتر منطقه بنگی هست. و با دورتر منطقه اوجنوگ می آید و از کوتل اگر عبور کنیم مناطق تیمران می آید. اگر کامره را به طرف پایین دور بدیم و او دورهای دور را تماشا بکنیم، در اینجا مناطق قیزله هست و اگر همچنان کامره را پایین بیاریم اینجا مناطق بازار ولسوالی کیتی و در اینجا هم منطقه دولت آباد ولسوالی کیتی می باشد.
جاهای دور در اینجا دشت ولسوالی کیتی است، جایی است که می شود هم به عنوان میدان هوایی استفاده کرد و هم می توان اگر آب منطقه دریار در اینجا کش کنه در بخش زراعت یک دستاورد خوبی باشه. جاهای دوری که به این مناطق دیده میشه مربوطی پنورها و اگر بالاتر بره منطق خوشو و همچنین مناطق مختلف چکتو، سریبوم، خرنه خارزا را بالا میره. همچنین به طرف پایین دور میدم کامره را. اگر جاهای دوری پشت از کوتلا در نظر بگیرین مناطق مختلف ولسوالی پسابند ولایت غور میشه. همچنان اگر به طرف پایین تماشا کنیم یک دره ای از اونجا دیده میشه. این دره دره ای است که آبی که از ولایت غور میباشه و همچنان آبهای ولسوالی نومش به همین طرف میاد. اینجا هم مرکز ولسوالی کیتی هست. تأسیسات ولسوالی و تأسیسات دولتی در همین نقطه موقعیت دارد. اگر جاهای دور را تماشا بکنیم به این طرف همیکو مناطق سرتیغان و همچنان اگر به طرف پایین و درشه و باره مناطق هزار درخت، مناطق سیوگ، مناطق غوگ و همچنان مناطق مزرمی، منمی و جاهای دیگه ایمه. این کوه حال و هوای بسیار قشنگی به انسان ها میده. در بهار سال است، 26 حمل 1400 است، بهار سال و آب و هوای کاملا زیبا و دیدنی. آمدیم تا اینجا را ببینیم، تفریح داشته باشیم و یک خاطره خوش را ثبت کنیم. بر علاوه یک فیلم جالب برای شما دوستا ثبت بکنیم، برای تان بنمایش بگذاریم تا شما هم از کوی کرد، از کوی تخت سلیمان لذت ببرین. یک بار دیگه میگم کوی تخت سلیمان به خاطر گفته میشه که یک زیارت در اونجا وجود داره. در بلندترین نقطه کوی تخت سلیمان زیارت وجود داره که منصوب به حضرت سلیمان پیامبر است. کوی کرد به خاطر میگه که به شکل تپه تپه یا تو کرد کرده گندم یا زراعتی بالا بالا رفته. تشکر میکنیم از اینکه تا اینجا تماشا کردید. صحنه‌های جالب و دیدنی برای شما در نظر گرفتیم، از اینکه ما چه قسمی به طرف بالا آمدیم، چه جاهایی در اینجا وجود داره، اونا را برای شما نشر میکنیم. در ادامه ویدیو اونها را ببینید، نظرات خود با ما شریک بسازید. تا درود دیگر، بدرود. خداوند یار و نگهدار شما و جای شما دوستا واقعا خالی است. باز هم به مسیر خود ادامه میدیم ببینیم که چه جاهای جالب و دیدنی داره. اینی رو شما میبینید که یک سنگی است. اوه اوه این رقم دبلی آدم. هر طرف دور بده کوه، کوه سنگ است. باش ببینیم از اینجا کجا معلوم میشه.
از اینجا یک سوراخی است که دیده میشه جای دور. باش یک جای دور دیده شد، یک سوراخی دیگه از اینجا هم دیده میشه. البته دو تا سوراخی دیده میشه. جای دور میگه در کدام زیارت در ایران بوده نفر ها میو همون جی در سر زیارت یک جای سوراخی بوده. باز یک نفر زرنگ آمده بوده همون سوراخی سعی که بوده که یک تپه معلوم میشه. باز رفته همون تپه رو کنده بوده همون جی معدن پیدا کرده. بله ما یک دفعه تو سر کوتل رفتنیم. از اینجا که سایکن طرف بیرون چقدر جالب مغاره خورشید. اینجا هم جای جالب. این از اینجا سخت است رفتنه. به نظر میرسه که رفتن سختی کنه. شما بریم خواه نکن نفر است اونجا. یکی از نفر های ما نجی پایین منده. کم چقال زیاد استی چقال شستی خو گلی بسار قشنگ داره. سابقه که بودی گلی چقال شستی رو در وسط قرآن میشن. باز هم چقال شستی، باز هم چقال شستی، باز هم چقال شستی. اینا خیلی قشنگ است ولی شستی ها اینجا که کنده شد بسیار خوب بیخدارد. کچه کچه اینه نهر کدامش رسای که؟ اینه دیگهش رسای که؟ اینی رسای که؟ او رسای که؟ والا خیلی خوب شد. بین قطار باش. وای 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 کوهنوردی اگه آمدین باز دای کنجی بیاییین کوی کرد بین. حالا خیلی چقال زیاده.
تولید می‌کنه. دارو. کجا جای خوبه؟ واو دره خیلی جالب شه. گربه وحشی میگه هست. بیاین بیاین بچه تو این اینجا رو میاییم بخیر بلندتر نقطه این اینجا باز برمیگردیم امی سنگ جالب معلوم میشه نه اصلا کدام نفر آره این بلندتر نقطه ای که ما امروز آمدیم و ببینیم که از اینجا کجا ها معلوم میشه واو واو آن این منطقه یه جایم تخت آور اه خدایا در این ارتفاع بلندی و این آب و هوای صاف و این جایی که همه چیز زیبا هست تو رو به زیبایی هایت قسم امنیت آرامش صلح و ثبات را در کشور ما حکم فرما بگردن خدایا تو خودت زیبایی و زیبایی ها را دوست داری و همه چیز را زیبا آفریدی برای مردم و زندگی زیبا و پر از آرامش نصیب بگردان خدایا تو خالق همه چیزی تو رازق همه چیزی زمینه ای رزق حلال و کسب کار مناسب برای جوانان ما و مردم ما فراهم بفرما خدایا اموات گذشتگان و عزیزان ما که از پیش ما سفر کردن همه اش را ببخش و بیامرز خدایا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز و پدران و مادرانی که زنده هستند عمرشان را طولانی بگردان جوانان ما را پیران ما را بدینشان و ایمانشان استوار نگهدار ما را براه راست هدایت کن هیچگاه تنهای ما نگذار ما بندگان محتاج توییم هرگز اجازه نده که دست ما دست احتیاج ما به سوی کسی دراز شد خدایا از تو خواهش میکنیم تو خدای خوب مهربانی تو خالق زمین و آسمانی
از تو می خواهیم همه چیز ما را ختم به خیر بگردان. و خیلی جالب است بارها که قرآن می خوانیم در اونجا که میگه بسم الله الرحمن الرحیم علم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا و جعلنا اللیل لباسا و جعلنا النهار معاشا و بنینا فوقکم سبعا شدادا. و در یک جای دیگه که میگه بسم الله الرحمن الرحیم افلا ینظرون الى الابیل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت. اینا همه نشانه های قدرت دوست و ما در این بلندی و در این جای زیبا و دیدنی به یاد تو هستیم. ما را استوار نگه دار، آینده ما را ختم به خیر بگردان، همه ما را سر بلند بدار. ما از تو میخواهیم هیچگاه تنهای ما نگذاره. خدا را شکر این همه موجودات، این همه زیبایی ها هدر خلق نشده است. هیچ چیزی خود به خود خلق نمی شود و ما باور داریم که این همه موجودات، این همه زیبایی ها با قدرت تو خلق شده است. خدایا ما را برای راست هدایت کن، عاقبت ما ختم به خیر بگردان، زندگی پر از آرامش، صفا، صمیمیت و راحتی رو نصیب همه ما بگردان. خدایا حرف های ما زیاد است، آرزوهای ما زیاد است و تو آگاه در دلها و آگاه مافی ضمیر هستی. از تو می خواهیم هر آنچه که خیر ماست، هر آنچه که برای ما مایه آرامش است و هر آنچه که رضایت توست، آن رو برای ما عنایت بفرما. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سنترال افغانستان، صدای مردم افغانستان.